با درود به شما بینندگان محترم تلویزیون سفید استقلال آزادی، همچنین سلام خدمت شما جناب آقای منصف. سلام بر شما شنوندگان و بینندگان فارسی زبان از جای جهان که هست. بینندگان محترم، در امروز آخرین مصاحبه و بخش چهارم گفتگو با آقای منصف در زمینه نقش علم و فن در رشد انسان و یا حتی در پیشگیری از رشد انسان هستیم که به ترتیب بخش اول ایشون به معنای آزادی و ارتباطش، تعریف از آزادی و رابطش با خدا پرداختن، نظریه ها رو نقد کردن در بعد، و در بخش به اصطلاح دوم این سلسله گفتگوها پرداختن به اینکه روش علمی چیست، علم در پی چیست، روش علمی چیست، عالم کیست، و نقد کردن نظریه پوزیتیویست ها رو، و در بخش سوم پرداختم از دید جان استون نویسنده کتاب آیا دیده نه دیده علم امروز، یعنی از اون کتاب منظورم نظری اون کتاب این دستاورد علم رو و تحول علم رو از رسال کتاب آقای جان استون در موضوع کتاب هست که آیا وجود هدفمند، وجود ما هدفمند است یا نه، به بررسی پرداختن. و در این گفتگوی کنونی اکنون موضوع این که نقش خدا در علم و رشد چیست می‌پردازیم، و اون بحث سوم رو دستاورد علم امروز رو دوباره از اون قول صاحب کتاب بیاریم که در ابهامی تو قضیه نمونده باشه. او میگوید مطالعه ما را به اینجا رسوند، مطالعه دستاوردهای علمی، که آنچه واقعا هست ولو نتوانیم صفات او را بشناسیم، نزدیکتر است به هستی مجرد تا بشیم. این یافته ما را بران داشت موضعی را رد کنیم که بنابران هیچ چیز واقعی نیست، و نیز موضعی را رد کنیم که واقعیت را چیزی می داند که می توان دید و لمس کرد. درست شد؟ این که اون طبقه بندی کرده بود اونها نه بر معنای اینه که اولی علمی تر است، به معنای این است که اولی رو تصدیق یک هستی است. این که این هستی چیست هیچی راجع به اون نمی داند، اما فرض های بعدی اون هستی یک ویژگی ها یا صفات ثبوتیه و سلبیه پیدا میکنن که هنوز علم اونها دسترسی پیدا نکرده. یعنی در اون فرضی سوم لاقل الان در این دستاوردات که شما خوندید این است که رسیده به این که نزدیک به شیء نیست، بلکه به یک وجود هستی شعور بود. الان رسیده به این که یک هستی که مادی نیست و روانیست به روح خردمند نزدیک است، این رو علم تصدیق می کند، همچه هستی وجود دارد. حالا ما می خواهیم حضور خدا رو در علم بررسی کنیم و در رشد انسانی. ببینید علم یکی خود علمه، یکی عالمه، یکی روش علمیه، یکی کاربرد علمه، یکی هدف علمه. عرض کنم به شما ولی دیگه اینها شش مورد موضوعش هم بود. در هر شش مورد بگی خدا هست یا خدا نیست یک تفاوت ایجاد می‌کنه. بسیار مهمه از لحاظ خود علم و از لحاظ رشد انسانی. اگر شما بگی که خدا هست، پس پذیرفتی که علم قطعی یقینی نیازمند یک وجود یک هستی شعورمندی است که این علم دانا و توانا و که این علم قطعی رو داره. اون وقت خود بزرگوار شما انسان ها نسبیت خود رو میپذیرید، چون اون هستی نیستی، پس اون علم قطعی رو ندارید. بنابراین علم رو مرام
نمی‌کنید. به کار می‌برید ولی مرام نمی‌کنید. چون اگر کردید خطرناکه. در دوستون ببینید؟ یعنی در مقام خدایی نمی‌شونیدش. به جای اون از بودید. اگر کردید خود بشید بنده او. بعد اون از رشد هم میانه. چون شما میگید که اینی که من الان بهش رسیدم این علم قطعیه. و این مرام رو اینو میخواد مرام بکنید. خب مرام بکنید این اولا دیگه مانه میشه که این روش کنید. ثانی به این که این رو وسیله میکنید برای این که هر که مخالف بود ازت میبینید. و تحمیل بسیار یه نوع از زندگی رو تحمیل کنید به جمع. مثل که همین نازی ها همین کار کردن با نظریه نژادی. استالین همین کار کرد با نظریه مارکسیسم. لیبرالیسم هم همین کار داره میکنه با نظریه با سرمایه در. حالا این پس یک تفاوت. اگه شما گفتید که خدا هست معناش اینه که حقم هست، حق مطلقم هست. اگه گفتی خدا نیست از حق مطلقم نیست. و حق مطلق نیست چی هست؟ خلاب چی بر میکنه؟ زور. اینه که شما پیدا نمی کنید منکر خدایی رو که به حق تعریفی، اگر هم قابل که من قائلم، تعریفی جو تعریف قدرت بده یا اصلا به حق قائل باشه. از راه اتفاق نیست. فرعونیت در قرآن مطالعه شده. توتالیتاریزم مسیحی قرون وسطایی که میگه تجسم خداست. کلیسا تجسم خداست. برای اینکه این قدرت مطلقش رو بر جهان توضیح بده خدا میاد میشه در وجود آقای پاپ و ایشون میشه کلید آسمان ها و زمین هم که سمپل داده به کلیسا، پس میشه مالک مکان مایکان. نازیس همینطور، استالینیز، آخری خمینیز. این که میگوید ولی یه مطلق این اختیارات مطلق دارد قدرت دیگه، این نمیتونه با حق سازگاری داشته باشه. دلیل این که یه آقای خمینی داریم که در نفل شاتو از حقوق حد میزد، یا آقای خمینی داریم در تهران که یک کلمه حق و زبانش نمی آمد، جاری نمی شد. جانشینش هم همینه. کسی از این آقا شنیده انسان حقوق دارمنده؟ این هستی حقوق منده؟ نه، تکلیف منده. پس این بود و نبود خدا در بود و نبود حق. البته آزادی هم حقه دیگه، قبلا توضیح دادیم که بگی خدا هست آزادی هست، بگی خدا نیست آزادی نیست، چه هست. اگر بگی خدا هست روشن هست، برای اینکه خدا هست چرایی هست، هستی چرایی پیدا میکنه، هدف پیدا میکنه، پس هدف میشود به اصطلاح رسیدن به اون مبدا و معاد که خداست و رشد میشه تیه این سیر با او. بنابراین رشد بی نهایت هم میشود. علم توقف نداره، رشد انسانی حد نداره. انسان ها، ایرانی ها گوش بدید، اینقدر این فلسفه ضعف و تسلیم رو تن بهش ندید. نگید ما بدبختیم ناتوانیم کاری از ما ساخته نیست. این نظریه ها که می سازن تحویل شما می دهن بر مبنای ناتوانی دروغ هن. اینا انکار خداست. خدا هست یعنی توانایی انسانی قابل رشد است تا به توانایی خدایی، یعنی به توانایی مطلق می تونی تا اونجا بیفزایی بر این توانایی. میگه آقا این توافق اتمی باید این می شد. تا آقا تناسب قوا رو ببین. همین دیشب کسی سلا ایمیل فرموده بودن. تناسب قوا اینه میگوید. خب این اصل گذاشتی بر تسلیم، بر ناتوانی. در واقع
این خدا در این سنجش شما حضور ندارد، چون اگر داشت من هم میذاشی بر توانایی، وقت میرفتی روی این که ما به عنوان ملت توانایی هامون کجاست، چرا اینو نمیپروریم و این در این جهان فقط سهم تسلیم و تو سری خوردن ما شده سهم ما، به همه دنیا باید باش بدی این زندگی شو. خب خدا هست، یعنی اصل راهنمای سازگار با ارتباط انسان با خدا باید عقل او رو مبدا قرار که این خود انگیخته واقعی بمونه، آزاد و مسترد اون میشه موازنه، یعنی از محدودها آزاد. آره، برای اینکه خدا هست یعنی محدود جهت نیست دیگه، پس محدود کننده زوره نباید پذیرو. خب حالا همینجور شما میتونی این خدا هست رو چه مثلا بودش رو و نبودش رو در جنبه های مختلف زندگی چه ببینی تفاوتاشو. حالا در بکار بردن دانش، اون دانشمند که هفت فرضشو دیدید در گفتگوی قبلی، اگر ما بناره بگذاریم به این که خدا هست در بکار بردن دانش چه وضعی پیش میاد؟ ببینید، یک رابطه عالم با خدا، یک روش که قبلا گفتیم با علم با خدا، رابطه موضوع علم با خدا، رابطه علم با خدا، رابطه هدف علم با خدا و کاربرد علم در رشد انسان یا در بزرگ متمرکز شدن خدا، اینا رو باید بررسی کنیم. درست شد؟ حالا رابطه علم با خدا، هفت تا دیدیم فرضی است. بگه خدا نیست، یعنی اون هیچ کدوم از اون حتی نیست، درسته؟ از اون فرضی که اینکه هستیه نامتعین هست از اون شروع میشد تا این خدا هست که از طریق ادیان با همه صفات ثبوتی و سلبیش هست و با آفریده های خودش در ارتباطه. خب ما دیدیم که این روش علمی چگونه نقد شد، از کلاسیک نقد شد، شد پوزیتیویسم نقد شد، شد کوانتیک نقد شد، شد اپیستمولوژی کنستروکتیویست یا معرفت شناسی سازنده دیگر. درست شد؟ حالا پس روش علمی بخوای به علم رو به کار ببریم، اول میباید که عقل بپذیره که همه چی در واقعه امکان میتونه بگذره، امکان رو نامحدود بگیره، نه محدود. یک. دو، اصل راهنما رو باید متناسب با این امکان نامحدوده که میشه هم موازنه عدمی تمام این عرصه هستی عرصه عمل انسان است. چی این برداشتن محدوده ها عالم زد و همچنین این قبول وقوع امکان رو از بلبوشو جدا میکنه به معنای نه کاوسا، نه توری کاوس منظورم، از این که معلوم نیست هیچ، یعنی خود روش علمی است معلوم نیست که اون معلوم نیست که، یعنی امکان طرف اصلا امکان قبول نداره. نه اون نظریه امکان رو قبول داره، یعنی جبر رو محکوم میکرد محدود، میگفت این هست و جزی نیست. الان ولی این قبول این عدم قطعیت، قبول این که اصلا هر چیزی ممکن است و همچنین این که محدوده وجود نداره، انسان به وسیله علم و رشد به اصطلاح سیر تحول علم آرام آرام تصدیق میکنه و مورد شناسایی قرار میده ممکنهای مختلف به این شکل، یعنی این سرگل به این معنی ممکنه ها، نه اینکه محدود. انسان خود تعویاناتی داره و اندام داره،
غذای میخوره، نفس میکشه، اینا همه تعیناته. اما این که بنار بگذاره از ابتدا که امکانات همین اندازه است، نه بخواد خدا هست یعنی امکان میتونه نامحدود باشه یا قابل این هست که شما نامحدود بکنید و این متناسبه. این باید یه اصل راهنما داشته باشه که شما دائم در زندانی نکنه توی چیز تصوراتی که همین است و این نیست. و شما گفتی که این زندانی این شده که آقا این رژیم تا ابد سر جاشه. خب دیگه هیچ عقل شما دنبال راه حلی برای اینکه جور آزاد و مستقل زندگی کنی، حقوق من زندگی کنی، نمیتونه بده. این از بعد سیاسی یه نوع توجیهگر تنبلیست، یه نوع توجیهگر تسلیم پذیری، تسلیم پذیری، نداشتن صبر، نداشتن اون از راهنما هم هست و اصلا گذاشته بر سنویت. اون محور حاکمه، این هم محور محکومه. این ناتوان و توان هست. عرض کنم به شما روش علمی نباید غالب باشه، مثل منطق سوری، مثل دیالکتیک. واقعیت بیرزی اونجا هر چیزی میگه، میگه برو ببین تضادش چیه، باید یا داره یا نداره. حدیده که شما شناسایی میکنید محکوم نیست که این اون غالب باشه، میتونه باشه میتونه نباشه. عرض کنم به شما اون هرگاه خواصی که موضوع علم دارد را حقوق آن بخوانیم. فرش کنیم منم روش امکان شناس، روش امکان شناسایی باید تمام این ویژگی ها رو بده، خواص رو بده، به برخورداری هر یک از این خواص رو از ویژگی هایی که دارند بدهد که در کتاب حاضر ما این روش رو کار بکنیم. عرض کنم موضوع علم رو باید موجود زنده بدانه که این فعال، بنابراین اون چرا که موجود زنده از رهبری داره این رو رعایت کنه، نیروهای محرکه بشناسه. اینجوریه که برای که میگه خواص فیزیکی هیدروژن این است و خواص شیمیایی اکسیژن فلان است. یک الکترون هم احتمال بده که قوه رهبری داره و این باید لحاظ کنه در شناسایی او. پس موضوع علم خودش هم خود به سلام میشه گفت خود انگیخته در حال تحول. حالا اون هم باید در نظر بگیره چون موجود زنده است، پس تحول هم میکنه. هدف شناختم این باید که روشن باشه. یه وقت شما یه چیزی موقع شناسایی کنید میگه من این بشناسم، مثلا یه بمبی بسازم. یه وقت میگه که من این رو بشناسم، اصلا میخوام ببینم این چیه. خود علم هدف است که این اگر شد هدف، با رشد آدمی هم همزاد و همراه میشه، برای که شما توانایی اون استعداد علمی تو به کار انداختی و یه چیزی رو شناختی، پس یک توانایی به دست آوردی. و این چیزی که شما شناسایی میکنید با شرایط معین باید که در هر جای دیگر از جهان این رو ببرید، هم این بتونی اون رو همون نتیجه رو به بار بیاره. اگر نه اینجور نباشه این شناسایی شما ناقصه. این شرایط مساوی باشه. خب و ده این که علم تبعیض بر نمیداره. باید یک اندیشه راهنما میخواد که شما تبعیض به سود این یه خاصیت دیدی دل موقع اون خاصیت برجسته کنی، بقیه هم بگین نه غالبا هم این کار میکنم دیگه، نه این کار علمی نیست. مثلا یارو فرض کنه که نفت یک خاصیت داره که مثلا سوختن میشه، اینه خیلی برجسته کنی که کردم بشر کرد دیگه، بقیه رو ندید چقدر این ثروت به باد داده، دوره محیط زیست هم آلوده کرد.
نه، باید تمام خواص رو ببینیم، اون شناسای علمیست، تبعیض مبعیض قائل نشوید. خب یازدن که طبیعتا این باید از زن و گمان چه کنیم؟ خالی کنیم. دوازده هم این که به کار تجربه بیاد و در دستور به کار نیاد. بعد خواهی میدید چرا، اگر در روش دستوری به کار آمد باید تعریف بشه با عناصر دیگه که مجبور میشه قدرت که اون امر و نهی میکنه و انسان تابع امر و نهی قدرت میشه. عرض کنم که حالا رابطه علم این که با روش این بود، حالا رابطه علم عالم با موضوع علم را از دیدگاه کلاسیکا پوزیتیویست ها اینا همه دیدیم و کوانتیکا و معرفت شناسان دیدیم. حالا میخواییم ببینیم اگر خدا حضور داشته باشه چگونه میشه. اولش اینه که ما خدا هست یعنی مدارها همه بازه، مدار بسته نداریم. اون کاری که ماتریالیست ها میکرده که واقعیت کل واقعیت نمیدونستم ببینم یا اصلا حد وجودش تصدیق کنن و شناسایی هم یه چیزی هست. ما الان وقت خیلی کم داریم، نمیدونم که تا کجا میتونیم بیاریم، ولی همین مقدار که میگویم امیدوارم که به شنوندگان و بینندگان این توجه رو میدهد که اهمیت حضور خدا بود و نبودش در این عالم شدن، رشد علمی و رشد انسان و امران طبیعت این بهش توجه بکنم. دو اینکه اون موضوع علم که قبل هم گفتم که این باید تمام اون توانایی هاشو در نظر گرفت. هر پدیده‌ای در این هستی یا هم قوه رهبری داره، هم دستگاه اطلاعاتی داره، به یه معنا اندیشه راهنما داره، عرض کنم که هم هدف داره، هم یک خط تحولی داره که ما میگیم خط عدالت، که از اون بیرون افتاد باید ببینیم چرا اینجور شده و مجموعه است، مجموعه از این پشتاست. اینا باید لحاظ کنه در شناسایی علمی. و نیروهای محرکه داره، نیرو داره، اون رهبری با یه نیروی این رهبری رو انجام میده، نه یه نیرو میتونه انواع نیروهای محرکه داشته باشه. اینو باید همه شناسه بشود. بعد این با کل هستی در رابطه است. از اینجاست که شناسایی موازنه عدمی حضور خدا اهمیت پیدا میکنه. خدا نیست میشه همین کارهای علمی که این شد علم کردن برام، هیچی از علم نشناخته یه جزیشو بمیگیره میگه میکنه کل، بعد میگه که نژاد برتر این ویژگی ها داره، بقیه هم از ما در بین برون. حالا نه تنها نازیسم اینه میگه، الان لیبرالیسم وحشی هم همین داره حرف داره میزنه، همین حرف داره میگه یا این بشر این چیزهای با بمب اتم، حتی پیشنهاد میفرماین که با بمب اتم این انسان هایی که به هیچ دردی نمیخورن و کره زمین رو پر کردن با چند تا بمب اتم اینا رو کره زمین از اینا خالی کنه بره بیکارش. این رابطه با هستی رو باید در لحاظ کنه در این موضوع شناسایی، یعنی موضوع شناسایی پدیده در رابطه با کل هستی بتونه تابع متغیر رو لحاظ نکنه در شناسایی. به لحاظی که شما اگر آمدی توی خاصی شناسایی کنیم که این محور تضاد و اسفر تضاد است و تضاد آنتیتز و سنتز، یکی محور میشه تز، یکی محور میشه سنتز، این دوتا با هم گلاویز میکنن میشه تز و آنتیتز، آخری میشه سنتز که اونم به نوبه خود همینجور تا قیام و قیامت. چه خبر؟ این تابع متغیر باید دید که در اون پدیده این اجزا چجوری با هم ارتباط دارن برای بسای اون پنج چیزی که عرض شد. خب بعد
شناسایی خواص ثابت و قوانینی که این موضوع از اونها پیروی میکنه. ما اون که گفتیم، اون چیزهایی که گفتیم، خواص رو این عموم میگوین، اما من ندیدم که مثلا اینا در شناختن اتم رهبری رو لحاظ کرده باشن. مثلا یک اتم چجوری رهبری چیست؟ تا حالا من ندیدم. به نظر من این کمبود علمه، عدم حضور خداست. حضور خدا برای اینکه اگر شما بتونی ثابت بکنی یک الکترون وجود دارد که این قوه رهبری ندارد، میتونی بگی خدا نیست. لازم یه پدیده مادی هست که خودش خودش اداره میکنه بدون این قوه رهبری. خب اول من که گفتم تناقض شده، خودش خودش اداره میکنه که قوه رهبری میشه. بگیم که زنده است بدون قوه رهبری. ولی احتیاج نداره به اون هستی نامتعین ارتباط داشته باشه. پس اینا باید همه لحاظ بشه. حالا چهارم، من همینجوری وقت ما تمام شده در واقع، تا چهارم ششم فقط باید فهرست‌ها سرتیتراش بگم. عرض کنم که علم اون چیزی که یافته شده، اون معلومه، اون چیزی که یافته شده معلومه. اونی که یافته می شود علمه. درست، این فرق خیلی اساسی داره. یافته معلومه، یافته می شود علمه. در هر دو می باید که آدمی سعی بکنه واقعیت اونجور که هست شناسایی کنه، اونجور که دلش بخواد. این ذهنیت خودش باز اینجا موازنه قدمی لازمه، برای این که این یعنی حضور خدا لازمه، برای اینکه این میگه من مثلا من رو حرفای زدیم یارو در ایران یک کسانی میشنون میگه برداشت من این است. درسته، در بازهنیت خودش دستکاری میکنه در اون چی که میشنون، اما اگر خدا رو حاضر ببینه، یعنی موازنه رو عدمی بکنه، این برداشت رو چه میکنه؟ نزدیکی رو با واقعیت میکنه، هم در معلوم، یعنی زن و گمانای خودش رو دقیق کمتر میکنه، بیشتر سعی میکنه بشنوه آنچه واقعی. بله، عرض کنم دیگه اونا رو همین که من گفتم ها، این خودش به سلامتی شما 16 تا بنده. این همین که الان در یک جمله گفتم، ولی خب من وقت ندارم، یعنی نیست، حالا شاید هم در یک زمان دیگری لازم شد برگشتیم به اینا، خواستیم اینا رو بررسی کنیم. و بالاخره پنجم، هدف علم، بگی خدا هست، هدف علم میشه رشد من انسان، امرار طبیعت، چون با حق تعریف میشه علم. بگی خدا نیست، خلل چی پر میکنه؟ قدرت. هدف علم اون رو قدرت معین میکنه. این خیلی تفاوت اساسی است. اینکه بشر علم رو در تا این زمان بیشتر در قدرت به کار برده و ویرانی بر ویرانی افزوده، این به دلیل عدم حضور خداست. یعنی عقلی که این هدف رو قدرت معین کرده، علم میره دنبال فهم برای که مثلا بمب اتم بسازه یا موشک فلانجور بسازه یا بمبی بسازه که در قعر زمین منفجر میشود یا سلاح میکروبی بسازه. عرض کنم به شما خود این هم که این جمله گفتم به سلامتی شما 18 20، این 20 قسمت، این قسمت 20 همش زیبایی است. عرض کنم به این چند جمله رو از اون میخونم برای شما. بنابراین که زیبا صفت حق و زشت صفت قدرت ضد حق است، همزاد و همراه شدن علم و رشد انسان، جهان و زیندگان در جهان را از صفت زیبایی برخوردار می کند. بدین سان رشد هماهنگ انسان و طبیعت و همراه شدنش با امرار طبیعت، رشد
رشد هماهنگ انسان ها و همراه شدنش با عمران طبیعت، جهان را سراسر از خشونت تهی و از زیبایی و شادی و امید و شجاعت زندگی پر می کند. اینها هستند علامت های حضور خداوند در هدف علم و هدف رشد و بالاخره کاربرد علم، که دو تا کاربرد علم بیشتر نداره، یا در قدرت یا در حق او، یعنی استقلال آزادی و حقوق. در قدرت تعریفش این است که به کار تخریب میاد که با ثروت و زور ترکیبشون هم اندیشه راهنما میشه برام، یا یه اندیشه در یه اندیشه راهنمایی به کارش میبره مثل لیبرالیسم، یا خودش میشه برام مثل مارکسیسم لنینیسم، یا ترکیب میشه با وقع، اون وقت به کار رشد انسان و عمران طبیعت می آید. و این متاسفانه از عوض با پوزش از بینندگان گرامی که وقت ما نیم ساعت بود و امکان نبود که حضور خدا رو در علم، در رشد انسان و عمران طبیعت با تفصیل بحث کنیم. بقیه رو می گذارم به این که اون استعداد پژوهشگر هر انسان، جستجوگر هر انسان، که او شما رو برانگیزد به مطالعه همه این کار. همچنین نقد شما همیشه پیش. البته طبیعت و اینا میخوام بخونم که به وقت بچه ها بدم. میخوام به کار ببرم. به حاصل تجربه، به حاصل تجربه نقد کنم و ما را هم از ضرب خود هم آگاه کنن، هم به ما سود برسن. شاد و پیروز باشن.